مبحثی که میخوایم اینجا بررسی بکنیم مبحث افعال جدا شدنی و جدا نشدنی هست. مبحث مهمی هست و بسیار پرکاربرد و در داخل متون زیاد به چشم میخوره. در زبان آلمانی افعال از جنبه دیگری به دو گروه جدا شدنی و جدا نشدنی تقسیم بندی میشه. در حقیقت برخی از فعل هامون با گرفتن یک پیشوند به یک فعل جدید دیگه با معنی تبدیل میشن. این پیشوند ها یا جدا شدنی هستند یا جدا نشدنی. در افعالی که با پیشوند جدا شدنی هستند، قسمت اصلی فعل ما مانند مطالبی که در درس اول خدمت شما عزیزان ارائه دادیم، قسمت اصلی فعل ما صرف میشه، در جایگاه دوم جمله قرار میگیره و اون پیشوندی که به اول این فعل مصدر فعلی چسبیده بود، همون پیشوند میره در آخر جمله قرار میگیره. به عنوان مثال میگم ایه قایمه دی وونونگ آف. خب آف قایمن یک مصدر هست به معنای جمع جور کردن خانه یا به صورت کلی جمع جور کردن. من قسمت اصلی فعلم که قایمن بود رو صرف کردم، در جایگاه دوم جمله قرار دادم و پیشوند من که آف بود رفت در آخر جمله. ایه اشتهه یدن موگن ام اخت با دغایسی آف. خب اشتهن خودش یک مصدر هست به معنای قرار داشتن. وقتی که مصدر اشتهن با یک پیشوندی ذکر میشه، میشه آف اشتهن، یک فعل جدیدی ساخته میشه به اسم بیدار شدم و من فعل هستیم رو در جایگاه دوم جمله صرف میکنم و پیشوندی که بهش چسبیده بود رو میبرم میذارم آخر جمله. اشتهه یدن موگن ام اخت با دغایسی آف، یعنی من هر روز صبح ساعت 8:30 بیدار میشم. یا ایه کومن نکست وخ آن، میدونید که کومن به معنای آمدن هست. من هفته بعد میایم میشه ایه کومن نکست وخ. اما وقتی برای کومن یک پیشوندی به اسم آن میاد به معنای رسیدن میشه. این میگه من هفته بعد میرسم و اون پیشوند ما در آخر جمله قرار میگیره. نکته بسیار مهمی که حائز اهمیت هست، هر فعلی الزاما پیشوند نمیگیره و همچنین هر پیشوندی هم برای تمام فعل‌ها به کار نمی‌ره. به عنوان مثال پیشوند آف یا پیشوند آنی که در مثال بررسی کردیم لزوماً برای همه فعل‌ها نمی‌تونه پیشوند آن یا آف به کار بره، یا اینکه لزوماً همه فعل‌هایی که ما داریم نمی‌تونن به یک فعل جدا شدنی تبدیل بشن. 4 پیشوند جدا شدنی وجود دارن که می‌تونن اغلب با تمامی افعال به کار برن. یعنی سایر پیشوندهایی که ما برای ساخت فعل جدا شدنی به کار میبریم ممکنه برای هر فعلی به کار نرن، ولی این 4 تا پیشوندی که خدمتتون توضیح میدم برای تمامی افعال به کار میره. پیشوند اول پیشوند میت است. میت اگر در هر فعلی به اول اون فعل بچسبه به معنای همراه میده. ویا برینگن اونزره بوچر، یعنی که ما کتابهای خودمون رو میاریم. اما وقتی با میت میگم، میگم ویا برینگن اونزره بوچر میت، ما کتابهای خودمون رو همراه میاریم. وایتا به معنای ادامه انجام اون کار هست، کاری که داره انجام میشه. به عنوان مثال ایه ماخ ماین آفگابن، ایه ماخ ماین آفگابن، من وظایفم رو دارم انجام میدم. اگر بگم ایه ماخ ماین آفگابن وایتا به معنای این هست که من مثلا به عنوان مثال داشتم وظایفم رو انجام میدادم، یک استراحتی داشتم و الان دارم ادامه اون کار رو انجام میدم. ببینید سقوک برای هر فعلی بچسبه معنای اون فعل رو برعکس میکنه. یعنی هر فعلی که انجام میشه سقوک به اول اون فعل بیاد حالت انجام اون فعل رو برعکس میکنه. اخ کومت ام دینستاگ سقوک، اون روز سه‌شنبه برمیگرده. یا اگر مثلا ما میریم سفری با فعل فاقل دارم میگم این رو، یعنی ما میریم به جایی وقتی داریم برمیگردیم باز با سوک میگیم یه فاق نخواز سوک، یعنی ما داریم به سمت خانه برمیگردیم. وگ اگر در اول فعلی بیاد به معنای دور هست. ماین کلاین شوست دا وقت ایغن بلایشتیفت. خب وقفه برای انداختن هست، میگم خواهر کوچیک من مداد خودش رو میندازه، انگار مثلا زمین میندازه هر چیزی. وک که میاد به معنای دور انداختن میشه اینجا. خب میگم ماین کلاین شوستا ویخت ایغن بلای شیفت وک، یعنی خواهر کوچیک من مداد خودش رو دور میندازه.